قبل از اینکه بخوایم بحث سرعت رو با هم شروع بکنیم، یه نکته جالب رو من در مورد فاینال کات بگم که شاید دونستنش خیلی بهتون کمک بکنه. اینجا من الان یه سکانس دارم که خالیه و میخوام روش کار بکنم به اسم اسپید. اگر بیام اسپید رو انتخاب بکنم و کامند صفر رو بزنم یا سیکونس ستینگ رو بزنم، اندازه قاب من 720 در 576. خب تا اینجا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. تصویری که میخوام به این تایملاین اضافه بکنم اندازش 960 در 720 و اصلا کلن فرمت HD و با اون خیلی تفاوت داره، فریم ریتش تفاوت میکنه، با کامپرسور متفاوتی کمپرس شده و حالا خیلی چیزهای دیگه. اگر من این کلیپ رو به تایملاینم اضافه بکنم، یه اختار بهم میده سافتور، میگه این تنظیمات سکانس شما با تنظیمات این کلیپ شما نمیخونه. میخوای برای سکانست رو تغییر بدم؟ من میزنم yes. و حالا اگر من بیام کامند صفر رو بزنم، شما همونطور که میبینید اینجا در پیکسل اسپکت رشیو من میزنه HD و فریم سایزم 960 در 720 نپال که 720 در 576 بود. خب حالا بریم سراغ تنظیمات سرعت. اگر بخواید شما سرعت این کلیپ رو زیاد بکنید چیکار میکنید؟ کلیپ رو انتخاب میکنید، میاد توی مادیفای اسپید و فرضاً از 100 درصد میکنیدش 300 درصد، سه برابر سرعت این کلیپ بیشتر بشه. و حالا اگر من پلی بکنم، شما میدید که خیلی سریع تر شد، شبیه فیلم های کمدی شد و یه اطلاع کوچولو هم اینجا به من میده که 307 درصد سرعت این کلیپ هست. و برعکسش اگه بخوام سرعتش رو کمتر بکنم، کامند جی رو میزنم و اینجا به جای 307 میزنم فرضاً 50 درصد و این تصویر خیلی اسلوتر میشه همونطور که میبینید. اما ممکنه شما از اینکه این تصویر به صورت یک نواخت از ابتدا تا انتها با یک سرعت کم یا زیاد بشه زیاد راضی نباشید و بخواید یه تغییرات سرعتی توش به وجود بیارید، به این معنا که به طور مثال از اینجا تا اینجا کلیپ سرعتش عادی باشه، از اینجا که این بازیگر میخواد مشت بزنه اسلو بشه تا افتادن پسر و از اینجا هم سرعت عادی بشه تا آخر کار. این تغییر سرعت دادن که به صورت یک نواخت نیست و متغیر هست رو توی درس بعد با هم میبینیم.